آیا در اسلام اتو بحث شده که به چیز علم دنیا گفته باشه و به چیز علم دین، یا این بحث یک بدعت است؟ اسلام عزیز از روزی که شروع شده، اولین کلمه که از آسمان پیغام به مردم زمین آورده اقرا است. قرآن کریم علم تقسیم نکرده به علم دین و علم دنیا. علم دین و علم دنیا یک اصطلاح بدعتی است که جوای مرز یهودی را در بین مسلمانان نشر کرده. جوای مرز یهودی یک کسی بود که او میخواست عزت و شوکت مسلمان ها از بین بره، اونا ضعیف شوند، کشورایشان مستعمره شوند. رایشی بود که مسلمان ها از علم پس بانند. به این خاطر آمد یک بحث شروع کرد، گفت که در قرآن کریم که به علم زیاد توجه شده و بار بار قرآن علم یاد کرده، این علم منظورش این علم پیش با افتادی دنیا نیست که علم طب باشه و علم هندسه باشه و علم انجینری باشه، این علم ها نیست. مطلب از این علم دین است و آمدن علم دین نام چرا ماندن؟ نام تفسیر و حدیثه و فقره و عقایده، این را گفتن علم دین. و باقی مانده از این را گفتن علم دنیا. آمدن تبلیغات کردن که علم دین بسیار ثواب داره، قرآن را تشویق کرده، حدیث گفته، علم دنیا که اصلا هیچ ثواب و اجر نداره، این وقت ضایع کرده، یک حرفه است، علم نیست، یک فن است. این تو مسائل گفتن و به این شکل این در زبان ما هم دادن. بزرگای ما هم شروع کردن در محراب و منبر همی که میزنن که علم دین یاد بگیرین، علم دنیا به درد نمیخوره. این یک تقلید از غیر مسلمان است. شما برین کتابای ما را از زمان امام حنیفه و از او پیش و از او بعد تا تاریخ کمتر از تاریخ معاصر پیشتر، فقط علم شرعی و علم طبیعی میگه، نمیگه علم دین و علم دنیا. وقتی که نامش علم دنیا مان، مسلمان از چیز دنیا نفرت میکنه، مسلمان عاشق آخرت است، از او خاطر دنیا را پشتش نمیگرده، میره به طرف علم آخرت. ولی اونجا میگه علم شرعی و علم طبیعی که هر دوش علم دین است. هر چیزی که باعث عزت و سربلندی مسلمان ها در دنیا و آخرت باشه، اونمو علم دین است، اونمو علم است و او اجر داره. بنابرای قرآن کریم که وقتی میگه اقرا، منظورش همه چیزهایی را در بر میگیره که تو به خیر دنیا و آخرت باشه. و اگر در قرآن کریم میگه که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اوتوا العلم کسی که علم یاد داشته باشه، علمی که به درد دنیا یا آخرتش بخوره، اونمو علم است، اونمو آدم بلند است. انما یخشى الله من عباده العلماء، یقینا تنها علما هستن که از خدا میترسن. یعنی کسی که علم یاد گرفت، خدا را درست میشناسه، از خدا خوب میترسه. بین که می آید در کجا آمده باز گفته در آخرش، یاد بخوانیم آیت 27 و 28 سوره فاطر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، آيات نميبيني كالله أز آسمان آب نازل ميكنا، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، وبواسطه از آب ميوهاي رنگا رنگ رمي أفرنا، ومن الجبال جدد بيد وحمر مختلف ألوانها وغربي بسود، واس دركوها رگهاي سفيد سرخ و سنگهای بزرگ کلان سیاه، و من الناس و الدواب و الانعام، از جنبنده ها و از انعام، از چارپای ها چی است؟ من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوان و کذاله، از این سیام رنگ و رنگ الله آفریده. این را میبین یا نمیبین؟ ببین، این را سل کو، تماشا کو، به این توجه کو، به این اهتمام کو. چرا که اگه این را دیدی و فهمیدی و درک کردی، عزت پیدا میکنی، خدا را میشناسی، دین خدا را میفهمی. انما یخشى الله من عباده العلماء، ای یگانه علما است که از خدا میترسن. در کجا ای را گفته؟ ای آیت که تجزیه و تحلیل کنی، همه پوهنزای های پوهنتونا را در بر میگیره. در ای آیت کل پوهنزای ها را یاد کرده، بعد از او باز گفته که یگانه علما هستند که از خدا میترسن. یعنی عالم کی را گفته؟ هر شاگرد را گفته که از هر پندون که فرق پانزه که فارغ شده باشه، ولو اگه از ادبیات فارغ شده باشه. چرا که میگه؟ من الناس،
حتی علوم روانشناسی رو هم در بر میگیره. طب خو بهترین علم است، طب خو بسیار مهم است. امام شافعی میگه ما اعلمو، من نمیدانم، بعد الحلال و الحرام، پس از چیزی که خدا سر آدم حرام کرده که بخود بخوام بفهمش که این حرام است، که حرام نظوری، و چیزی که خدا فرض کرده که این فرض است، نماز است، بعد از این چیزا، از فهم چیزای حلال و حرام، اشرف من الطب، از طب که علم شریف ما نباشه. حالا چه یک دستگاه را جور کرده، آب باران از بحر هند پروسس میکنه، برو تنظیم میکنه، میاره به شکل ابر در کوی سالنگ، در اینجا را به شکل باران و برف میبرن ذخیره میکنه، بعد از این آب دیگه بدون از اینکه کدام سیستم آبرسانی باشه خودش در دریاها در پشت دروازه مردم میاره، میگه تو کور هستی رو نمیبینی؟ الم تر ان الله انزل من السماء ماء، الله یابه که بر تو نازل میکنه، به این خاطر نازل میکنه که از این ثمرات مختلف الوانها تو برویانی، اگر نه که پس الهش بدی که میره بهر هند تو رقت به کار خدا تو اصلا به توجهی میکنی. یک قطره بارانی که در کوی سالنگ میباره که پس در دریای کابل به هندوستان میرسه بهر هند، هر افغانی که از پیش خانهش یاب تیر میشه گناهگار است. فرض کفایی را ترک کرده از یاب استفاده بکنه، به خاطر از اینکه نعمتای خداست، به خاطر عزت و سربلندی است. و این کار بیشتر کسایی میتونن انجام بدن که اونا پوانزه زراعت خوانده باشن. بعد از بازمیه من الجبال در کوها جددن بیدن و حمرن مختلفن الوانوها و غرابی بسود، در کوها بسیار دانای قیمتی است، معدن شناسا باید دست بکار شوند. الله ای را آفرده به خاطر استفاده، خلقکم ما فی الارض جمیعا، هرچی که در زمین است برای شماست، خدا برای شما خلق کرده، از این استفاده، هو الذی خلقکم من الارض، خودتانم از زمین پیدا کرده و استعمرکم فیها، و شما را گفته که این زمین را آباد کنین، این زمین را شور بدین، بکشین گنجا از این را و از این گنجاش استفاده بکنین، عزت و سربلندیتان دینمیز که دستتان به کسی دراز نباشه، انتم الاعلون، شما برتر هستین، ید العلیا خیر من ید السفلا، دست بالا بهتر است از دست پایین کرده. امروز مسلمان ها به خاطر از زمین که دهمی بخش ها تنبلی میکنن عقب مانده شدن. یاد گرفتن زراعت، خواندن پانزه زراعت فرض کفایی است، خواندن پانزه انجینری فرض کفایی است، معدن شناسی در افغانستان فرض کفایی است، ضرور است مردم افغانستان بیشتر رزق روزشون الله جل جلاله با آب و با معدن اواله کرده. بنابرای هر کسی هر چیزی را که یاد میگره او علم دین است، هر جمله را که یاد میگیری به خاطر سربلندی و عزت خودت با اسلام با مردم کار میکنی، در نتیجه از او الله برای تو در او اجر میده. ما یک چیزی را به نام علم دین و علم دنیا به رسمیت نمیشناسیم، همه علومی که به ما عزت میده علم دین است. از هر لحظه‌ش که شب بیدار تیر میکنه، وقت خود در او تیر میکنه، بعد امید ثواب از خداوند داشته باشه. بله یک موضوع مطرح است، این موضوعی است که علم دنیا چی است. علم دنیا هر علمی است که به خاطر دنیا یاد گرفته شود، هر علمی که به خاطر خدا یاد گرفته شود و علم دین است، و هر علمی که به خاطر دنیا یاد گرفته شود و علم دنیا است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگه من تعلم علما، کسی که یک علمی را یاد میگیره، مما یبتغی به وجه الله، که اصلا باید آدم رو به خاطر خدا یاد بگیره، لا یتعلمه، یادش نمیگیره الا لیصیبه عرضا من الدنیا، مگر به این خاطر که دنیا را به دست بیاره، به این خاطر یاد میگیره، او فقط به خاطر دنیا یادش میگیره. لم یجد عرف الجنه، بوی جنت به اسم بوی جنه، علم را یاد میگیره که اصلا باید رو آدم به خاطر خدا یاد بگیره، ولی او را به خاطر دنیا یاد میگیره. پس حتی اگر علم از حفظ قرآن باشه که از این دیگه اشرف علم نیست، کتاب خدا را رسیده خود حفظ میکنه، ولی به این خاطر حفظ میکنه که باز دوای رمضان برای امامت بکنه، که در اونجا باز یک سن مردم برش پیسه بده، غیر از این دیگه هیچ هدفی نداره. امی علم دنیاش، امی حفظ از علم دنیا.